به نام خدا. در کد نویسی مواردی پیش میاد که شما یک متن رو، یک عبارت رو بارها و بارها می نویسید، یک بخش ثابت داره و تنها بخشش رو تغییر میدید. به عنوان مثال توی جاوا اسکریپت فانکشن یا توی HTML تگ ها. مثلا من اگر یک فانکشن اینجا بنویسم، خب مدت زیادی طول میکشه تا من این رو تایپ کنم. خب آیا راهکاری وجود داره که ما این بخش ثابت رو سابلایم تکست برای ما بنویسه؟ بله، سابلایم تکست بخشی داره به اسم اسنیپت ها. به ما مثلا اگر من دو کلمه فان رو بنویسم و تب رو بزنم، کل ساختار فانکشن برام میاد و در جایی که باید اسم فانکشن رو عوض کنم میتونم عوض کنم، بخش بعدی با تب برام میاد، میتونم چیزهای دیگه بنویسم و تب بعدی میتونم بقیه کدم رو بنویسم. خب اسنیپت های زیادی وجود داره. به عنوان مثال الان ما چون توی جاوا اسکریپتیم، من بنویسم فان یا بنویسم ایف برام میادش، ولی اگر مثلا توی HTML بنویسم ایف چیزی برام نمیاد. اگر من سینتکس هایلایتر رو برگردونم، مثلا توی HTML بنویسم جاوا اسکریپت، خب حالا اینجا بنویسم ایف برام میاد. خب این یه نکته باشه برای شما. خب ما موارد زیادی داریم که اسنیپت هاش موجوده، میتونید از اینجا اسنیپت های موجود الان واسه جاوا اسکریپت رو ببینید، واسه PHP موجوده، واسه HTML موجوده، واسه بسیاری از زبان ها اسنیپت ها موجوده. ولی حالا فرض کنین شما میخواین اسنیپت خاص خودتون رو داشته باشه. خب میایم توی تولز، نیو اسنیپت. خب این ساختار اسنیپت شما میتونید از اینجا فقط نگاه این خط رو ویرایش کنید. خب اینجا یک سری گزینه های اختیاری هست. به عنوان مثال اگر من این رو بردارم و به جاش بنویسم هلو و بنویسم به عنوان مثال ایزی، خب این عبارت ها یعنی چی؟ این متن برام میاد اینجا کلمه دیس و اسنیپت با تب قابل ویرایش میشه. خب اگر من این رو ذخیره کنم و بنویسم easy.sublime، ببین یه پوشه وجود داره توی sublime text package user، تمامی تنظیمات یوزر اینجا میاد، s-snippet. خب ذخیره کنم، بلا فاصله اگر اینجا من بنویسم ایزی و انتر رو بزنم، میبینید که اون متن میاد کلمه دیس و با تب کلمه اسنیپت قابل ویرایش میشه. خب حالا من یه دونه اسنیپت دیگه ایجاد میکنم، tools new اسنیپت. میخوام یک فانکشن ایجاد کنم، من یه تیکه رو کپی میکنم، فانکشن حالا شاید سینتکسش درست نباشه، این رو ذخیره میکنم، اینجا تب تریگرش رو بذارم روی ایزی فان، ذخیره میکنم، یه پوشه اینجا میسازم به اسم جاوا اسکریپت، بازش میکنم، اینجا می نویسم ایزی فان نقطه ساب لایم داش اسنیپت، ذخیره میکنم. حالا اینجا می نویسم ایزی فان، خب برام میادش ولی انتهای کار برام میاد. اگر من اینجا سینتکس رو بذارم روی HTML
باز بزنم ایزی، میبینید چیزی نمیاد چون من اینها رو واسه جاوا اسکریپت نوشتم. خب باز سینتکس رو عوض میکنم، میارم روی جاوا اسکریپت، مثلا اینکه بنویسم ایزی برام دوباره میادشون. حالا میخوام اینجا دقیقاً برام نمایش داده بشه. خب اگر این عبارت رو اینجا بنویسم، حالا این کلمه دیس رو بردارم و ذخیره کنم، باز اینجا بنویسم ایزی فان، حالا مرورگر نشانگر موس هم اینجا میاد و اینجا قابل ویرایش. خب فرض کنید ابتدا میخوایم اینجا قابل ویرایش باشه، با زدن دکمه تب اینجا بیاد. خب کافیه بیاین اینجا دوباره همون عبارت رو کپی کنیم، اینجا بزنیم یک. ایستگاه بعدی رو باید شمارش رو عوض کنیم. خب ذخیره میکنیم، دوباره من می‌نویسم ایزی فان. خب می‌بینید ابتدا اونجا میاد، با زدن دکمه تب به ایستگاه بعدی میره. خب شما هم میتونید اسنیپت های خاص خودتون رو ایجاد کنید تا کد نویسیتون بسیار سریع بشه.